چند تا واژه دیگه یاد بگیریم. habit یعنی عادت. حالا واژه هایی که هم وزن با این، سعی میکنم بهتون بگم. habitable خب یه معنی دیگه که habit از این لغت میاد بیرون، یا صدای شبیه این، خب یعنی سکنا کردن. خب مثلا inhabitant میشه ساکنین، inhabitants ساکنین. بعد از توی همین لغت که سکنا کردن معنی داره، میایم این لغت habitable در میاریم. habitable خیلی لغت هایی که این ایبل آخرشه، منتها اینجا نیا کنید صداش habitable میشه قابل سکنا، قابل سکنا habitable. لغت habitat یعنی جای طبیعی سکنای یک موجود زنده. habitat مثلا آدم یه حیوانی رو که در حال از بین رفتن داره نجاتش از بین میره، شما میخواد این habitatش رو، جایی که جای محله طبیعی زندگی و مسکنش رو، مثلا میخواید برید و کمک بکنید و نجاتش بدید. habitat جایی که یک موجود زندهی در حالت طبیعی یا معمولی زندگی میکنه. من همینجوری آوردم دیکشنری رو روی حرف H وا کردم، همینجوری این اومد. ولی خب این خیلی واژه خیلی مهم میخواهد بود توی زندگی آینده ما، نه خانواده بشری. چون ما باید این محیط زیست و سالم و زیبا نگه داریم، گهوارمونه. خب الان واژه هی رو میبینم، احتمالا بهتون گفتم که میشه مو هیر براش میشه برس سر. بعد کم که میشه همون شونه، که اصلا شونه های کوچولویی که مرد استفاده میکنن، کم. Haircut cut که میدونید میشه بریدن، قطع کردن، خوب زدن، چه میشه haircut یعنی میرید یه آرایش مو، haircut که موهاتونو بزنن. بعد میرسیم به half H-A-L-F. این الش خونده نمیشه، هف یعنی نیم. مثلا هف ای ساندویچ، هف ای ساندویچ، نصف ای ساندویچ. مثلا میپرسیم چی خوردی، شما میگی Oh, I had half a sandwich، نصف ای ساندویچ رو خوردم. این هست نصف ساندویچ خوردم، half a sandwich. بعد یه جایی احتمال داره گفته باشم bake یعنی پختن. اصولا برای مثلا بیکری رو، برای جایی که نون و کیک و اینطور چیزا رو میپزه، نون پزی، کیک پزی، پس اصولا چیزها رو که آدم میذاره توی اجاق و آون، خب
پس مثلا اگه یه وقتی گفتی یه چیزی half baked، half baked این یه چیزی که نیم پخته شده، خب کامپلت نپختنش، نیم پخته است. baked یعنی پخته، half baked یعنی نیم پخته. خب فقط متوجه باشید که برای چیزایی که گفتم توی اجاق آدم میذاره و اینا، خب اونجوری میگن bake. بعد حالا که توی این واژه هستیم، to halt H-A-L-T یعنی استوب دادن، ایست دادن، واست دادن. halt راستین حفو که گفتم این اسم دیگه، خب ولی اگه بخوای فعلش بکنی، مثلا بخوای بگی ما میخوایم یه چیزی رو نصف کنیم، میگی to have. ببینید این اله خونده نمیشه، میشه to have، این نصف کردن. تو جمله موشید متوجه میشید که کدوم یکیه، آیا این have نصف کردنه یا این have که have که یعنی داشتن. ولی الان خیلی وقتا که اینو میگن تلفظش انگار درست یه چیزی بین هف و هفه، همون نیمه. بته میبخشید تنبلی کردم، دیکشنری گذاشتم جلو، همینجور دارم پایین میرم، ولی سعی میکنم که چیزهای بهتری استفاده بکنم، چون بعضی وقتا نمیخوام یه دفعه زیادی لول سطح پیشرفته باهاتون کار بکنم، سعی میکنم این چیزهای اولیه استفاده بکنم که حداقل تلفظ گوشتون به تلفظ واژه ها آشنا بشه. حتما نباید یه چیزی باشه که شما همیشه یا یه هر روز استفاده میکنید، یه چیزی باشه که حداقل دیده باشید. خب این که حاله، همون حالت حال و ایوون خودمون، خب درست هم وزن کال یعنی صدا کردن، زنگ زدن یا بال توپ، اون حال تو این حاله یه ذره آش کشیده تره، در حال، این در حال. رو همین صفحه که کلمه هند رو میبینم که یعنی دست، هند یه عبارتی آمریکایی استفاده میکنن، مثلا توی خانواده های همه جای دنیا، برادر کوچیک، برادر بزرگ هست، برادر بزرگه لباسش که یه ذره براش کوچیک میشه، خانواده ها بعضی وقتا میدن برادر کوچیکه یا برای خواهرها یا همین برنامه، اونا رو بهش میگن hand me down. hand me down، down که میشه زیر پایین، خوب hand me down یعنی چیزی رو میدی به down، اینجا منظورش به نسل بعدی یا خانواده که کسی تو خانواده که کوچیکتره. پس یکی لباستونو میبینه و اینا میگه میگه این آشنا میاد به نظرم، میگه it's a hand me down I got it from my brother، اینی hand me downه، من از برادرم گرفتم. شاید منظورش این بوده که وقتی برادرم به تنش کرده دیده، ولی اصولا خیلی ها میگن it's a hand me down، یه چیزی که به هم رسیده از خانواده، از برادر یا خواهر بزرگتر، دیگه اونا نمیتونن استفاده بکنن به خاطر اینکه یا سنشون بالاتره، هیکلشون عوض شده، به اون حالت برگشته به شما. با اجازه.